سلام، خوش آمدید سرخط خبر ده. تأکید لنزی گراهام بر حضور نیروهای خارجی در افغانستان. این سناتور امریکایی ابراز امیدواری کرده که دونالد ترامپ خواست طالبان را برای خروج نیروهای امریکایی از افغانستان در جریان 18 ماه نپذیرد. اگر نیروهای خارجی از افغانستان از افغانستان بیرون شوه، وضعیت که این گونه هست بدتر خواهد شد. درگیر شدن طالبان و داعشیان در کنر. این درگیری ها در ولسوالی چپه داره. بسیاری از خانواده ها را ناگزیر و ترک خانه هایشان ساختند. خاطر اغلی چلتا ورور جنگونه و داعش و دا طالبان و بد ورز و منگل تا نور نشو کوله چه ساعت تیر کو. افزایش شمار تلفات حمله روز جمعه در نزدیک دانشگاه کابل. در میان جانباختگان این حمله یک راننده تاکسی نیز بوده که در نبودش خانوادهش بی سرپرست شده. ما تنها نانوار خانه ما بود و دیگه ما نانوار بجرزون نیست. و خواست بریتانیا، آلمان و فرانسه از ایران برای رهایی بیدرنگ یک کشتی نفتکش بریتانیا. و شروع خبرها. لنزی گراهام سناتور پرآوازه آمریکایی میگوید که وی امیدوار است که دونالد ترامپ خواست طالبان را برای خروج از افغانستان در 18 ماه نپذیرد. این سناتور آمریکایی میگوید که خروج نیروهای آمریکایی باید بر بنیاد اوضاع باشد. در همین حال زلمه خلیلزاد فرستاده ویژه آمریکا برای صلح افغانستان از آغاز مأموریت تازه اش خبر داده و امیدوار است که در این دور مأموریتش پیشرفت‌های بیشتر در امور صلح به دست بیاید. اما سرور دانش معاون دوم رئیس جمهور میگوید تا هنگامی که طالبان آتش بس نکنند و حاضر به گفتگوهای رو در رو با حکومت نشوند، تلاش‌های کنونی صلح در حد یک شعار خواهند بود. لنسی گراهام سناتور جمهوری خواه امریکایی با اشاره به مقاله‌ای که 6 ماه پیش درباره خروج نیروهای امریکایی در 18 ماه از افغانستان نگاشته شده است میگوید که امیدوار است رئیس جمهور ترامپ خواست طالبان را برای خروج در جریان 18 ماه نپذیرد. او میگوید که امریکا به یک توافق خوب نیاز دارد، نه یک توافق جلی. زلمه خلیلزاد فرستاده ویژه امریکا برای صلح افغانستان که اکنون در واشنگتن به سر می‌برد میگوید که برای یک مأموریت تازه آماده می‌شود و امیدوار است در این دور مأموریتش به پیشرفت بیشتری دست یابد. هیچ کس از ما که بر صلح اراده محکم‌تر ندارد، اما خشونت رای ایجاد امپذیری نیست. به چی دلیل؟ وقتی که مذاکره چند روز بعد یا چند هفته بعد انشالله تعالی شروع میشه، چرا افراد بیگناه؟ این در حالی است که منابع از درون طالبان میگویند که امکان دارد دور هفتم گفتگوها به روز 24 ماه جولای در دوحه دوباره از سر گرفته شود و دو روز پس از آن هر دو طرف به یک توافق صلح برسند. در همین حال سرور دانش معاون دوم رئیس جمهور میگوید تا زمانی که طالبان آتش بس نکنند و به گفتگوهای رو در رو با حکومت حاضر نشوند، تلاش‌های صلح یک شعار خواهد بود. تا زمانی که دست از جنگ بر ندارد و آتش بس را نپذیرد و به مذاکره بین الافغانی به رهبری حکومت افغانستان تن ندهد، واقعا سخن گفتن از صلح یک شعار بی‌محتوا و در حقیقت فریب دادن افکار عمومی دنیاست. پس از دیدار و در میان گذاشتن دیدگاه‌ها میان شرکت کنندگان نشست دوحه، اکنون برای آغاز گفتگوهای میان افغانان آمادگی گرفته می‌شود. سمرقند یکی از گزینه‌ها برای میزبانی این نشست مطرح شده است، اما تا کنون زمان و مکان این گفتگوها نهایی نشدند. نبردهای سخت میان طالبان و داعشیان در ولسوالی چپه در ولایت کنر سبب شدند تا بسیاری از خانواده ها خانه هایشان را ترک کنند. شمار از این خانواده ها که به ولایت کنر پکتیا رفتند میگویند که داعشیان و طالبان آنان را هشدار میدادند که یا جنگ افزار بردارند و بجنگند و یا هم برای جنگجویان این گروه ها خوراک فراهم سازند. آنان میگویند که از ترس هشدار این گروه ها خانه هایشان را ترک کردند.
ادامه نبردهای سخت میان داعشیان و جنگجویان طالب در ولسوالی چپدره ولایت کنر. شماری از باشندگان این دره که به علت این نبردها خانه‌هایشان را ترک کردند و به ولایت پکتیا پناه بردند ادعا دارند که هشدارهای طالبان و داعشیان سبب شده است تا همه دار و ندارشان را ترک کنند و به جاهای امن پناه ببرند. خاطر اغلی چلتا ورورا جنگونه و داعش او د طالبانو بد ورځ و منګال ته نور نشو کولای چې سات تیر کو دا غزین راغلی د غزین ته منګه فنا راوړی دا د حکومت نه داخله کو چې زمونږ سره پوره پوره مرستې وکړي دا واړه حیوانان غټان سپینګری ټول په بد ورځ منګه خپل په دې چې شور نه لرو سر پنا نشته خوراکي مواد زمونږ سره هیڅ هم نشته منګ باندې حالتونه د تیر شوی د زما خپل یو ورور دا تقینی زوی ما یو ورځ ما په پټی کې کار کوم سره د خځ باغی باندې مرمۍ لګیدل تم لري دوی تیمانه دلته ما سره وسی د سده نور خلک دا یو ځای بل ځنه ټول باندې سیالات دا شو د سده بد ورځ د دې دغه نه مونږ راغلی ته په خدای باور کو په ننګرهار کې زمونږ وسم څلو پنځه ماشومان مال ته بستر پاتې این بیجا شدگان که در وضعیت بدی قرار دارند خواهانه کمک هستند دایش برال مقتدر یا مکسر ملاتړی او که یا مونږ ډوډۍ راکې به ته طالبان رال مکسر ورديږي مونږ په تانک لرو وسلات چې پتنګ شوی په جنگ شي استمنګ پتنګ شوی استمنګ د بخیر او علی کترالو واره ته د جلال آباد ته موږ لاله ډیره جاته ګرمي وزمو ماشومان ټول بیماران شو ټول مریضان شو هغه ځنه موږ سره کرام نه و یو بل ته موږ چاند وکړو سوال وکړو چې موږ د یو یخ جاته وخې در همین حال مقام های محلی پکتیا میگویند که تلاش ها برای جلب کمک برای این بیجا شدگان آغاز شده است. دوی ته یو څه سانتیاوی خپل د پکتیا د خلکو لخوانه هم برابری دون کی دی تر څنګه د دلته محلی اداره چې کوم امکانات دی داخلي بزای شو یو لپاره او یا هم د جګړې نه د غزمن شو یو کورنۍ لپاره لري هغه نه ټول کار اخستل کیږي د دوی سروي وړي رجر تر سره سی او دوی سر به مرست په خپل وخت باندې وشي. این نگرانی ها در حال ابراز می شوند که آمارهای مقام های محلی پکتیا نشان می دهد که تا کنون بیش از 40 خانواده از ولسوالی چپدره کنر به علت نبرد میان داعشیان و طالبان به شهر گردیز پناه آوردند. در یک حمله طالبان در شاهراه کابل میدان وردک 4 تن از نیروهای پلیس جان باختند. منابع امنیتی میگویند که این رویداد صبح امروز در شاهراه کابل میدان وردک هنگام رخ داد که این نیروها میخواستند به میدان شهر بروند اما در راه با یک کمینه طالبان روبرو شدند. وزارت امور داخله گفته که در این رویداد 2 تن از جنگجویان طالب نیز کشته شدند. منابع امنیتی میگویند که صبح روز شنبه هنگامی که یک رنجر پلیس از کابل به سوی میدان شهر می رفت در مسیر شاهراه کابل میدان وردک با کمین طالبان روبرو شد که در نتیجه درگیری 4 تن از نیروهای پلیس جان باختند. مایه نگرانی و جای بسیار ناامیدی است. باید مقامات نیروهای امنیتی در تلاش باشند تا هر گونه تحرکات دشمن به موقع پاسخ بدن و خاصتا نیروهای کشفی ما نیروهای استخباراتی فعالیتشان گسترده تر و بیشتر باشد تا از عملات گروه طالبان در حالات مختلف جلوگیری صورت بگیرد. اما وزارت امور داخله می گوید که در این درگیری معتمد فرمانده پلیس ولسوالی نرخ ولایت میدان وردک جان باخته است و 2 تن از جنگجویان طالبان نیز کشته شدند. اما طالبان تا کنون در این باره چیزی نگفتند. به محض که دشمن بالای نیروی امنیتی تیراندازی میکنه، نیروی امنیتی بالای دشمن حمله میکنه که در نتیجه این رویداد 2 تن از دشمن کشته میشه و 3 نفر دیگه شان هم زخمی میشه. متاسفانه در این رویداد معتمد ولسوالی نرخ ولایت میدان وردک نیز شهید میشه. از آغاز امسال تا کنون بخشی از کابل چندین بار گواهی حمله های مسلحانه طالبان بوده است که در این رویدادها به نیروهای امنیتی تلفات وارد شدند. اما وزارت امور داخله از تلاش ها برای تامین امنیت سخن می زند. در میان جان باختگان حمله دیروز در برابر دانشگاه کابل یک راننده تاکسی نیز است. پیکر این مرد که اکنون در نبود و خانوادهش به سرپرست شده امروز به خاک سپرده شد. نزدیکان قربانیان این رویداد حکومت به ویژه نهادهای امنیتی و کشف را به ناتوانی در تامین امنیت مردم متهم می سازند. همه برای خاک سپاری پیکر یگانه نان آور خانواده ای آمدند که روز گذشته در انفجار در برابر دانشگاه کابل جان باخت.
یگانه پسر بزرگ حفیظ الله دانش آموز صنف نهم مکتب است. ما تنها نانوار خانه ما بود و دیگه ما نانوار در چیز از اون نیست. اونمو به ما غرق نان می آورد و حال فعلا دیگه نمی فهم حیات ما چی خواهد شد. از حفیظ الله 4 دختر نیز مانده است. نزدیکان حفیظ الله حکومت را به ناتوانی در تامین امنیت شهروندان کشور متهم می سازند. حفیظ جان جز از این که در موتر خود کار می کرد دیگه هیچ کدام مصروفیت دیگه ای نداشت. ایره همه ما می فهمیم از وقتی که امی حکومت وحدت ملی جور شده وحشت ملی است. هیچ کس اصلا از این حکومت خیر ندیده. این گور یکی از دانشجویانی است که در رویداد روز جمعه جان باخت و نزدیکانش او را با تمام آرزوهایش اینجا به خاک سپردند. روز جمعه دانشگاه کابل اینا به در کشته شدن، شهید شدن. دیگه مثل از این هر روز همین اتفاقات است. دیگه ما دلیلش از نظر شخصی من است که دلیلش همین ضعف نیروهای امنیتی ما بوده باشه. در حمله محتربمی که روز گذشته در درب ورودی دانشگاه کابل رخ داد، به شمول حفیظ، یک پلیس ترافیک و 8 تن دیگر جان باختند و بیش از 30 تن دیگر در این رویداد زخمی شدند. طالبان هم مسئولیت این رویداد نگرفتند، اما وزارت امور داخله روز گذشته گفت که این حمله توسط طالبان سازماندهی شده بود. 3 تن از بانوان شرکت کننده نشست صلح میان افغانان در دوحه از آنچه پیامدهای یک توافق احتمالی صلح بگونه عجولانه با طالبان میگویند هشدار میدهند. به گفته این بانوان کسانی میخواهند یک توافق ناقص صلح با طالبان به دست آید و باور این بانوان چنین یک توافق پایان کامل جنگ در کشور را به همراه نخواهد شد. در هفته های اخیر رئیس جمهور 2 وزارت تازه بیرون از تشکیل حکومت ایجاد کرده. وزارت دولت در امور صلح و وزارت دولت در امور حقوق بشر 2 نهاد هستند که به تازگی ایجاد شدند. شمار از اعضای مجلس نمایندگان ایجاد چنین نهادها را خلاف قانون می‌دانند و می‌گویند که بودجه این نهادها نیز با پرسش‌های روبرو است. اما ریاست جمهوری ایجاد این نهادها را نیاز حکومت و بر بنیاد قانون می‌داند. با ایجاد 2 نهاد تازه در چارچوب حکومت، از آنچه که ایجاد نهادهای موازی گفته می شوند، بار دیگر انتقاد در برابر حکومت افزایش یافتند. رئیس جمهور به تازگی سلام رحیمی رئیس پیشین دفترش را وزیر دولت در امور صلح اعلام کرد و سیما سمر رئیس پیشین کمیسیون مستقل حقوق بشر را وزیر دولت در امور حقوق بشر. هر اداره‌ای که بدون تصیب و بدون تایید مجلس عمومی و شورای ملی و ولسی جرگه ایجاد شود، او خلاف قانون اساسی افغانستان است و بودجه از اونم خلاف قانون اساسی افغانستان است. این نیاز به بودجه پیدا میکنن، این بودجهش از کجا باید به دست بیان؟ اکنون حکومت باید برای این 2 نهاد تمامی امکانات و تنخواه فراهم بسازد، در حالی که این نهادها در سند بودجه جا ندارند. آنچه که صورت گرفته تا اول غیر قانونی نیست، در چارچوب صلاحیت‌های اداری و تشکیلاتی خود رئیس جمهور افغانستان است. در دولت وزارت در سول در چار رول پاره در حقل پاره در بودجه در کال پا بررسی که در کال پا منز پا بررسی که تقریبا 900 میلیون افغانی نیول شوی وی چه کابینه تولاده در کابینه لخوانه تایید شوی وست پارلمان تزی، اما در بشری حقون و در دولت وزارت حکم تروس در مالی وزارت ندیره رسیدله. حقوقداران ایجاد هرگونه نهادهای حکومتی را به تصویب شورای ملی و نیز انتقال هرگونه بودجه را از یک واحد اداری به واحد اداری دیگر غیر قانونی می دانند. این مسئله دقیقا از جمله صلاحیت های حکومت جمع شورای ملی هست که در ماده 90 قانون اساسی افغانستان تسجیل شده، در عکس موضوع نقض قانون صریح قانون اساسی افغانستان است. هیچ نهاد در جریان اجرای بودجه ایجاد نمیگردد مگر اینکه از قبل در سند بودجه و آن هم در بودجه انکشافی برش بودجه اختصاص یافته باشد. شماری از اعضای شورای ملی میگویند در سند بودجه تمامی نهادهای دولتی نیز مصرف بودجه مشخص شده است. این نمایندگان دادن پول از بودجه به نهادهای تازه ایجاد شده را غیر قانونی میدانند. در ادامه تا چند لحظه دیگر.
رو آوردن ربابا محمدی به آوازخوانی. این دختر به علت ناتوانی دستهایش با دهنش نقاشی نیز میکند. ادامه خبرها. ربابه محمدی دختری که به علت ناتوانی دستان و پاهایش با دهانش نقاشی میکند با آوازخوانی نیز آغاز کرده. وی عصر دیروز در کابل نخستین برنامه آوازخوانیش را با پشتیبانی یک گروه خودجوش موسیقی اجرا کرد. ربابه میگوید که همچون نقاشی میخواهد با موسیقی نیز صدای مردم و ویژه صدای زنان افغانستان را بازتاب دهد. خنده های بقرارم. چهار سال است میکوشد تا با نقاشی های شگرفش نهفته های دلش و گوشه از توانایی هایش را بازتاب دهد. اما اکنون این دختر 19 ساله مالستان غزنی چالش دیگری را تجربه میکند. با کجایی دوستان خیلی مرا تشویق کردن و من هر چی را دوست داشته باشم میخوام پیش برم. بغیر از نقاشی از این بعد من صدای مردم افغانستان هستم. یک گروه خودجوش موسیقی که از آیان میگویند برای آوردن سال از راه هنر کار میکنند، ربابه را در پرداختن به موسیقی یاری میرسند. هدف اساسی گروه ما هم سال آوردن هست و ای که ما موسیقی کار میکنیم دقیقا شاید برای دختر خانم ها خیلی ها مشکل باشه، اما باز هم ما میخواییم به دیگه بانوها الگو باشیم. خیلی استعدادهای دیگری دارن، نمیتونه بیان کنه، نمیتونه نمایان کنه. ما میخوایم الگو باشیم که یعنی ما میتونیم، نمیتونه کسی مانعی راه ما شوه. بر روز جمعه ربابه برای نخستین بار در برابر شماری از کسانی آواز خواند که برای دیدن و شنیدن هنرنمایی و به مرکز فرهنگی خودساختش در غرب کابل آمده بودند. در نخستین آهنگش باز هم از امید به شکوفایی وطنش میگوید. شگفتنی که رویاهای او را هم در پرداختن به هنرهایی که در اندیشه دارد به سر خواهد رسانید. رئیس جمهور غنی شهروندی افتخاری افغانستان را بر رئیس بخش فیزیوتراپی سازمان جهانی صلیب سرخ اعطا کرد. دفتر مسئول رسانه های ریاست جمهوری در خبرنامه گفته که رئیس جمهور به پاس خدمات ارزنده آقای آلبرتو کایرو رئیس بخش فیزیوتراپی سازمان جهانی صلیب سرخ که شهروند ایتالیا است به وی شهروندی افتخاری افغانستان را داد. رئیس جمهور در هنگام اعطای شهروندی افتخاری افغانستان به آقای آلبرتو کایرو گفته که وی در 28 سال خدمت در افغانستان کوشیده تا برای قربانیان جنگ خدمات خوب را فراهم سازد. در ادامه تأکید بر مسئولیت جایدادها در افغانستان. در ادامه پروژه های توسعه شبکه برق کشور به ولایت های جنوبی با چالش های روبرو است. مسئولان شرکت برشنا میگویند که در هر هفته یک بار سیم های برق در منطقه سالار ولایت میدان ورده قطع می شوند. از سوی هم کار تمدید سیم های برق از غزنی به کندهار که سوی امریکا تمویل می شود باید هزینه آن تا پایان سال روان میلادی پرداخته شود. مسئولیت جایدادها در افغانستان از برنامه های مهم حکومت است و در این بخش در سالهای گذشته کارهای بنیادی انجام شدند. رئیس جمهور غنی در سمپوزیوم جهانی شهری میگوید که در پیوند به غصب زمین ها و جایدادها در کشور 13,000 تن شناسایی شدند و حکومت این افراد را مورد بازپرس قرار خواهد داد. غصب جرم نو. رئیس جمهور غنی در سمپوزیوم جهانی شهری خطاب به غاصبان زمین در کشور میگوید که پیش از این از غاصبان با کف زدن ها استقبال میشد، اما غصب جرم است و تا کنون
در حدود 13,000 فرد غاصب زمین شناسایی شدند. یو میلیون جربه عامه ملکیت او بهترین دولتی ملکیت غاصبینو غصب کرد. او هیچ چا ورته نه ویلې چې سترګو باندې دې روزی دی. تمام ورځ به ورته چکچکی کولی صاحب چې فلانی خان 40,000 جربه نیولې او فلانی خان 10,000 جربه. فلانی خانان ندی غاصبین دی قائمین دی. ختم ده غصب با ختمی کی. اسم رئیس جمهور میگوید که شهرداری ها در بخش تنظیم امور شهری و ساخت و ساز مسئولیت بزرگ دارند. ناحیه زندگی میکنین که اکثریت جایدادا غیر پلان شده است، خدمات شهری از همه کده ضعیف تر است. مانع از این چیز یک بام و دو هوا. میگن کل شهروندای افغانستان مساوی به یکی دیگه است. در حقیقت ظلم کردن، غلط کردن، شما را محروم ساختن. و این بس است. سمپوزیوم جهانی شهری به هدف شناسایی مشکلات شهری و ساخت و ساز در شهرها به ویژه در پایتخت را اندازی شده است. و در این سمپوزیوم روی مسئولیت جایدادهای عامه و سرعت روند توزیع اسناد جایدادها تصمیم گرفته خواهند شد. خواهید دید. رفتن باشندگان بخش‌های قبایلی پاکستان برای نخستین بار به پای صندوق‌های رأی برای انتخاب 16 نمایندگان در مجلس ایالتی خیبر پشتونخوا. ادامه خبرها. بریتانیا، آلمان و فرانسه خواهان رهایی بیدرنگ کشتی نفتکش بریتانیا شدند که از سوی ایران در تنگه هرمز توقیف شده. وزیر خارجه بریتانیا میگوید که کشورش به دنبال جنگ با ایران نیست، اما نگران است که ایران مسیر خطرناک را در پیش گرفته باشد. در همین حال ایران میگوید که این کشتی نفتکش بریتانیا به علت رفتن به مسیر مخالف و نادیده گرفتن هجرهای آنان متوقف شده. در حالی که 15 روز از توقیف یک کشتی حامل نفت ایران در آبهای جبل الطارق از سوی بریتانیا می گذرد، ایران که گفته بود با توقیف این کشتی واکنش نشان خواهد داد، کشتی نفتکش استینا امپیروی بریتانیایی را در تنگه هرمز متوقف ساخته است. بریتانیا که خواهان رهایی بیدرنگ این کشتی است می گوید که نگران است که ایران راه خطرناکی را در پیش گرفته باشد. ما به دنبال گزینه نظامی نیستیم. ما می خواهیم که اختلاف های من را از راه های سیاسی حل بسازیم. اما به گونه روشن می گویم که این مسئله باید حل شود. مقام‌های ایرانی می‌گویند که این کشتی بریتانیایی را به علت عبور از مسیر مخالف و نادیده گرفتن هشدارهای نیروهای ایرانی متوقف ساختند. تغییر مسیرش کرد و این تغییر مسیر خلاف مقررات بین‌المللی هست و باعث ایجاد شرایط برای حوادث دیگه ای را پیش آورد. این کشتی بریتانیایی پس از آن از سوی ایران متوقف شده است که دیروز دادگاه در جبل الطارق بازداشت کشتی حامل نفت ایران را تا یک ماه دیگر تمدید کرد. و باشندگان بخش‌های قبایلی پاکستان برای نخستین بار به پای صندوق‌های رای رفتند تا 16 نمایندهشان را در مجلس ایالتی خیبر پشتونخوا برگزینند. در این انتخابات برای 2.8 میلیون رای دهنده 1,897 مرکز رای دهی در نظر گرفته شده. ادامه خبرها. شمار از دسته های انتخاباتی حکومت را در بررسی پرونده های آزار اذیت جنسی در حکومت به برخورد دوگانه متهم می سازند. در این میان دسته انتخاباتی رحمت الله نبیل می گوید که وظیفه ولسوال واخان با یک گزارش به تعلیق در آمده، اما اتهام هایی که به حلقه نزدیک به رئیس جمهور وجود دارند نادیده گرفته شدند. پس از پخش گزارش درباره آزار و اذیت جنسی یک بانوی خارجی از سوی ولسوال واخان، ارگان‌های محل وظیفه این ولسوال را به حالت تعلیق درآورد و پرونده‌اش را به لوی سارنولی فرستاد. حکومت متاسفانه به اساس بعضی از گزارش‌ها میای یک نفر عزل میکنه و البته در حالت اتهام، اما اینکه دوسیه ها و پرونده‌های بسیار کلان متوجه نزدیکان به تیم حاکم است اونها را فراموش کرده و به واسطه مؤاخذه و مجازات مورد تحسین و تقدیر قرار میده.
اعضای مجلس سنا از حکومت می‌خواهند تا چنین اتهام‌ها و پرونده‌ها را با دقت و بی‌طرفی بررسی کند. تقاضای ما این است که به این اتهامات رسیدگی‌های جدی شود از هر دو طرف، هر قضیه که هر اتهامی که وارد میشه. د جنسی ازار وضعیت مسله که د بهرنیانو وی که د داخلیانو وی هغه یو حاده مسله ده. ډیر مهمه ده چې افغانستان حکومت تر دې نور اقدامات هم وکړي تر څو دغه مسله په کامله توګه یو طرفه شي. پیش از این حبیب الله احمدزی مشاور پیشین رئیس جمهور حلقه ای را در ارگ ریاست جمهوری به بهره گیری جنسی از زنان متهم ساخته است، اما حکومت همواره این اتهام ها را رد کرده است. نهادهای سارنولی مسئولیت درجه اول دارن که موارد بررسی بکنن و ما کاملا خوش هستیم از اقداماتی که سارنولی محترم انجام داده. اونا این ادعا را به گونه جدی از روز اول مورد بررسی خود قرار دادن. بازم با تاسف که وقت نهادهای ما با تاسف که ضایع شده، چون ادعایی را که آقای احمدزی مطرح کرده هیچ اسناد هم وجود نداشته یا نتونستن، حتی معذرت خواستن. هفته پیش حبیب الله احمدزی از رئیس جمهور و بانوی نخست کشور پوزش خواست و گفت که هدف وی آنان نبوده است، اما وی بار دیگر تأکید ورزید که هدف او یک حلقه مشخص در ارگ است که دست به چنین کارها زدند. رئیس اجرایی نیز در این باره واکنش نشان داده است و بر بررسی های بی‌طرفانه و گسترده تأکید کرده است. شماره از نامزدان معترض زن در یک حرکت نمادین در داخل قفس آهنین دستانشان را به زنجیر کشیدند و دهنهایشان را بستند. این بانوان در داخل قفس دو تابوت را نیز حمل می کردند. بر یکی از این تابوت ها قانون نوشته شده و بر دیگرش مردم سالاری. اعتراض کنندگان می گویند که در بیشتر از 3 ماه حکومت و دادگاه حالی به صدایشان پاسخ نداده. آنان از جامعه جهانی میخواند که جلوی بی‌عدالتی ها را در افغانستان بگیرد. سیاه پوشانی که میگویند در داخل قفس در سوگ زیر پا شدن قانون و مردم سالاری نشستند و عدالت خواهی میکنند. دستانشان را به زنجیر کشیدند و دهنهایشان را نیز بستند. دو تابوت را با خودشان انتقال میدهند. بر این تابوت ها قانون و مردم سالاری نوشتن. نه زمان ده عدالت غیق سوگوری او نه قانون پلی کیگی. نن ما ده قانون تابوت او ده دیموکراسی تابوت را ورسته. او غیق ما ده لپارا پورتا کرد چوالی زمان غیق نوردید که. لباس سیاه پوشیدیم ده قفص ها خود بندی کردیم. ده کشور که ما حضاق خود دفاع کرده نمیتونیم. ما مجبور شدیم که امروز ما دانای خود بسته کنیم. میگویند که قصد داشتن این حرکت نمادین را در برابر دروازه ارگ و ریاست اجرایی انجام بدهند، اما نیروهای امنیتی مانع نزدیک شدن آنان شدند. چندین بار از طرف پلیس ما لت و کوب شدیم، از طرف پلیس بر ما اجازه ندادند که ما این صدای عدالت بلند کنیم. هفته گذشته این معترضان در برابر دروازه دادگاه عالی نیز اعتراض کردند، اما به گفته آنان کسی صدایشان را نشنید. زموږ دا مبارزه د عمل لري، دا نه چې یوه ورځ دا تر 50 کالو تر 100 کالو پورې دا د عمل لري، تر څو چې په افغانستان کې د عدالت ژغ مرتامین. پیش از این ریاست جمهوری گفته است که حکومت در امور انتخابات مداخله نخواهد کرد. آقا اشرفی چرا جرم ما چیه؟ اکنون اینان با شعارهای عدالت خواهی در جاده های پایتخت برآمدند و برای رسانیدن صدایشان شعارهای عدالت خواهی فریاد می کنند. بی‌سوادی هنوز هم یک مشکل ملی در کشور دانسته می شود. سرور دانش معاون دوم رئیس جمهور در آغاز مبارزه با بی‌سوادی می گوید که رشد سواد در کشور کند است و کاهش بی‌سوادی همکاری مردم را با نهادهای حکومتی نیاز دارد. از سوی دیگر معین سواد آموزی وزارت معارف تاکید می‌ورزد که با گذشته هر روز عوامل بی‌سوادی بیشتر از میزان سواد در کشور می‌شود و در سال‌های اخیر میلیون‌ها تن از حق آموزش محروم شدند. این نشست از بهر پیکار سراسری در کشور برای کاهش بی‌سوادی و آگاهی دهی به مردم برای فراگیری سواد راه اندازی شده است. معاون دوم رئیس جمهور در این نشست بی‌سوادی را از چالش‌های بزرگ و حل ناشده در کشور می‌داند. با همه اینها هنوز هم بی‌سوادی یک چالش بسیار عمده ماست.
وزارت معارف و مخصوصاً معینیت سوادآموزی این وزارت برنامه های وسیع، مؤثر و پلان های زیادی را داشته و تلاش های زیادی کرده در جهت کاهش بیسوادی در کشور. از سوی دیگر معین سواد آموزی وزارت معارف از افزایش عوامل بیسوادی در کشور نگران است. نرخ سواد سالانه تا 0.5% افزایش پیدا میکنه، اما بسیار کم است. یعنی ما اگر بخوایم با این صورت پیش بریم تقریبا 50 سال دیگه ضرورت داریم که بتونیم سواد آموزی یعنی بیسوادی رو محو کنیم. اما اگر بخوایم نرخ سواد با صورت بهتری بالا بره، باید بودجه سواد آموزی در افغانستان افزایش پیدا کنه. محرومیت بیجا شدگان برخواسته از جنگ ها، از آموزش و پرورش، از دیگر نگرانی های هستند که در این برنامه به آن اشاره می شود. بر بنیاد آمارها 3,500,000 تن در کشور از آموزش محروم هستند. در زمان حکومت وحدت ملی از آغاز تا کنون ما بیشتر از 3,500,000 نفر هم بیجای شده داریم. بیجای شده که در اثر ناامنی هست، بیجای شده که در اثر خوشسالی یا مثلا بعضی حوادث طبیعی دیگر بوده و اینا هم معمولا فرصت های تعلیمی را از دست دادن. آمارهای وزارت معارف نشان می‌دهد که هم اکنون بیش از 60% از شهروندان کشور که بیشتر از 15 ساله هستند سواد ندارند. معین آموزش‌های حرفه‌ای وزارت معارف می‌گوید که این نهاد می‌کوشد تا میزان بیسوادی را تا سال 2030 میلادی تا به 70% کاهش بدهد. دادگاه سیناف عبدالرزاق وحیدی وزیر پیشین مخابرات و فناوری معلوماتی امروز در مرکز عدلی و قضایی مبارزه با جرایم سنگین و فساد اداری برگزار شد، اما فیصله دادگاه درباره پرونده آقای وحیدی به صبح روز یک شنبه معطل ماند. عبدالرزاق وحیدی که در ماه عمل در یک دادگاه غیابی مرکز عدلی و قضایی مبارزه با جرایم سنگین فساد اداری مجرم شناخته شده بود و در زندان به سر می برد، به روز شنبه در دومین نشست این دادگاه حضور یافت. آقای وحیدی که پیش از این از بر اتهامات وارد شده بر او در انگام رهبریش در وزارت مخابرات و فناوری معلوماتی به دادگاه کشانیده شده بود، این بار در پیوند با آنچه که استفاده سوء از صلاحیت‌ها در انگام ماموریت در وزارت مالیه گفته می شود، با چند تن دیگر در نخستین دادگاه مجرم شناخته شده است. از یک قضیه بسیار کوچک، یک چیزی که هیچ سندیت نداشته و بر شما ثابت شد که مثلا نرخ‌های کارتایی که اونا گرفته بودن از قرطاس فروش یک روپه، معلوم شد که واقعا قیمت بلند بوده، ولی من خیلی متاثر از این شدم که افراد دیگه پالوی من متاسفانه محکوم شدن و آبرو عزت از اونا رفت. ما خود مبارزه میکنیم و در مبارزه هر چیز را قبول میکنیم. نشست دادگاه استیناف در این باره ساعت‌ها به درازا کشید و در حالی که انتظار می‌رفت پس از چاشت شنبه فیصله دادگاه صادر شود، این کار به علت پایان ساعت کاری به صبح یک شنبه معطل ماند. از 4 بجه تیر از بنان ما صبح اول وقت انشالله شما رو دوباره می‌خویم و ابلاغ می‌کنیم بهتان. و اگر ما ابلاغ هم گرچه که ما آماده هستیم به ابلاغ، اگر ابلاغ کنیم ابلاغ ما قانونی نیست. پیش از این عبدالرزاق وحیدی به حیف میل میلیون ها افغانی در وزارت مخابرات متهم بود و رئیس جمهور غنی او را در پیوند با امین اتهامات از وزارت مخابرات برکنار کرد. اما در ماه جدی پارسال وی در پیوند با این قضیه از دادگاه ویژه وزیران براءت گرفت. شمار از باشندگان بلخ از آنچه کمکاری و بی‌پروایی پزشکان شفاخانه چشم ولایت بلخ میگویند شکایت دارند. آنان می‌افزایند که ساعت‌ها در این شفاخانه منتظر می‌مانند اما پزشکان به بیماران رسیدگی نمی‌کنند. سوی هم شمار از پزشکان این شفاخانه مدیر اداری این نهاد را در به مداخله در کارهای پزشکان متهم می‌سازند، اما مدیر اداری این شفاخانه این ادعا را رد کرده. این شفاخانه 25 سال پیش به کمک مالی هیئت معاونیت بین المللی در مزار شریف آغاز به کار کرد. انجام خدمات بهداشتی در بخش چشم و آموزش پزشکان چشم از اهداف بنیادی این بیمارستان است. باشندگان ولایت های شمال کشور برای درمان چشم به اینجا می آیند. اکنون شماری از مراجع کنندگان از کمکاری ها در این شفاخانه شکایت دارند. صبح که 5 بجه همونجا خواب یه کسی پرسان نمیکن که توی مرده هستی زنده است. چشمش مردش کور. یک وقتی که مریض یا بذار داخل عملیات خانه میبرن مثل که یک
مریض کورا باید بسیار به نظم بسیار به چیز ببرن سر میز عملیات. همین تا حدیثش میگرن قلات میکنن برو که رفت خودی از خود کورد یا یک قلات چی دیگه هم میکنن میگن که بان که بیادر عرص که رفت و غلطید و غلطید موند. محمد گلخان روز چهارشنبه هفته پیش یک چشمش را در این شفاخانه درمان کرده است. او از آنچه که به پروایی پزشکان در این شفاخانه میگوید شکایت دارد. بدر هرچی که ورقه پیش میکنیم هیچ کس مشکلی ما را پرسان نمیکنه. میگه بیشی با نوبت. همی عملیاتی که تازه شده باشه. چرا این دقیق پرسان نمیشه؟ باید همینا اول همه عملیات هایی که روزی پیش شده باید پرسان شده. که همینا مشکلش حل شده و باید دیگر را مراجعه شده و باید گپش فیصله شده. در این شفاخانه نو پزشک مصروف کار هستند. اکنون شماره از پزشکان در اعتراض به آنچه که دخالت مدیر اداره این شفاخانه میگویند دست از کار کشیده اند و خواهان برکناری او هستند. هدف ما این است که اینمی مدیر اداری که چون خودش یک شخص غیر مسلکی است باید یک شخص مسلکی باشه تا بفهمه که در میرشته چشم بخصوص چون ما در بخش نور کار میکنیم در بخش چشم کار میکنیم کدام پیشرفت ها آمده و ما چیگونه خود به حد اگر استاندارد نمیشیم حداقل نزدیک به استاندارد خوب باشیم. من چندین مرحله از طریق از این کادرهای علمی خوبش به افغانستان منفک شدن و بعضیشان استعفا دادن و این بار هم نیز ما خواهان برکناری یا برطرف شدن این شخص غیر مسلکی هستیم. شماره از این پزشکان معترض ادعا دارند که مدیر اداری این شفاخانه کسانی را استخدام کرده اند که پزشک نیستند اما همچون پزشک کار میکنند. از کمبود پرسنل مسلکی اینا استفاده میکنند. افرادی که کارش مثلا معاینه مریض نیست، تداوی مریض نیست، اونا را در چوکی میشوند بجای دکتر چشم. اونا معاینه میکنند. چرا این کار میشه؟ به خاطر که در راس آدم غیر مسلکی است. در این میان مدیر اداره این شفاخانه هرچند مشکل به انتظار ماندن بیماران را میپذیرد اما ادعای پزشکان معترض را بی بنیاد میداند. جنجال امروز ما با امیدات صاحبان به می هستند که اینا نباید مریضا را سرگردان بکنند و نباید مریضا را برخورد نادرست هم رایش بلکه برخورد درست و معقول مطابق استانداردهایی که وجود داره و توانایی شفاخانه و ظرفیت شفاخانه انجام شود. مدیر اداره شفاخانه چشم مزار شریف می گوید که روزانه به گانه میانگین 350 تا 400 بیمار چشم در اینجا درمان می شود. از این رو ممکن است که برخی از این بیماران ساعتها انتظار مانند. معاون امور پالیسی و فنی دارالانشای مجلس نمایندگان می گوید که مسوده بررسی وسط سال بودجه با تأخیر به این دارالانشا رسیده. وی می افزاید که مسوده بررسی وسط سال بودجه روز شنبه به آنان رسید. در حالی که این سند باید پیش از تکمیل شدن 6 ماه به آنان فرستاده می شود. سوی هم روشن نیست که در بررسی وسط سال بودجه چند پروژه و چه مقدار پول بیشتر گنجانیده شده. بررسی وسط سال بودجه ملی سندی که هنوز درباره آن وزارت مالیه ارقام از افزودن مبلغ و پروژه ها به رسانه ها اطلاع نمی دهد. این سند سرانجام با گذشت 29 روز از وسط سال مالی به مجلس نمایندگان رسیده است در حالی که تنها یک روز به تعطیلات تابستانی مجلس باقی مانده است. امروز آمده و سبا ما ایر به کمیسیون رسا راجع میکنیم که سبا ممکنه رسا خود داشتیم اونا کمیسیون مربوط معذب میسازن که سرش بحث آغاز بکنن اگر احتمال داره که چند روز دوام بکنن تا به تصویب برسه. یک سلسله تغییراتی در سقف بودجه وارد شده است و همچنان موارد بودجوی جدید داخل بودجه ملی افغانستان شده. اعضای مجلس نمایندگان وزارت مالیه را به تاخیر در فرستادن مسوده بررسی وسط سال بودجه به پارلمان متهم میسازند. در کسی تصویب و تصویب نکردن ولسی جرگه کسی نیست. حتی بودجه که ولسی جرگه تصویب میکنه قانون میشود به امضای رئیس جمهور میرسد منتشر میشود وزارت مالیه و وزارت خانه دیگر من جمله خود غین و عین هیچ گونه توجهی به تطبیق آن ندارند. مداران و مسئولیت چې باید په وخت را لېږلې وي ځکه بودیجی سره زموږ او ستاسو د ټول کارونه تړلي د ولایتونو په سطحه د انتخاباتو مو پورې تړلي دي باید بودیجه یې مخکې نه را لېږلې وي. دا دوه درې ورځې رخصتۍ ته پاتې زموږ کوشش او تقاضا دا ده چې دواړه مجلسونه هم سنا د مشرانو جرګه او ولسي جرګه باید په دې باندې تفاهم وکړو چې رخصتۍ ونکړو.
به نظر می رسد که با در نظر داشت نیازمندی ها به مبلغ قابل هزینه در انتخابات ریاست جمهوری و تغییر و تبدیل چندین واحد بودجه‌ای از مواردی اند که شاید تغییرات بزرگی در سقف بودجه ملی به وجود دارد. ادامه خبرها تا چند لحظه دیگر. ادامه خبرها. اتاق صنایع و معادن هرات از تأخیر در کار پروژه های معادن در هرات انتقاد می کند. مسئولان این اتاق تهدیدهای امنیتی، خرابی راه های مواصلاتی و کمبود برق را از چالش های می دانند که سبب تأخیر در کار پروژه های معادن در این ولایت شدند. این در حال است که وزارت معادن و پترولیم چند پیش اعلام کرد که روند استخراج معادن در بخش های از کشور شدت خواهد گرفت. وزارت معادن و پترولیم چندی پیش اعلام کرد که به زودی روند استخراج معادن به گونه قانونی آغاز خواهد شد. اما اتاق صنایع و معادن هرات عمل شدن پروژه های معادن را در این ولایت وابسته به بهبود امنیت و ایجاد زیربناهای ترانسپورتی می داند. پروسیجرها و قوانین دستپاگیر یا باعثی شد که سرمایه‌گذار کمتر علاقه بگیره و خصوص سرمایه‌گذار کلان خارجی در این قسمت کمتر علاقه گرفتن. برخی از اعضای شورای ولایتی هرات نیز از عملی شدن برنامه‌های وزارت معادن و پترولیم جهت استخراج قانونی معادن خوشبین نیستند. 19 سال حکومت قبلی و حکومت فعلی نتوانسته که ما بتونیم که معادن خود فعال بسازیم و به قرارداد بدیم که بتونیم هم شغل کار برای مردم پیدا بشه و هم بتونیم که اگه استفاده درستی عواید حکومت بلند بشه. در همین حال رئیس معادن و پترولیم هرات مشکلات فنی و حقوقی را در پیمانهای معادن و تأخیر در کار استخراج معادن را میپذیرد، اما میگوید تا یک ماه آینده کار عملی برخی از این پروژه ها از سر گرفته خواهد شد. بعد یک هفته یا دو هفته بعد عملا کار بخش اکتشافی معدن مس شده که یکی از نوع معادن بزرگ مس هست، کارش عملا آغاز میشه. معادن ریگ و جغل و سنگای ساختمانی ما هم انشاءالله به یک و یک و نیم ماه کارش آغاز میشه. هرات از جمله ولایت‌های غنی در بخش منابع معدنی است. معدن‌های سنگ مرمر، زغال سنگ، سنگ رخام و سنگ‌های نیمه گرانبها از جمله معدن‌های مهم هستند که در ولایت هرات وجود دارد. در ادامه چند خبر ورزشی ببینید. وقت بخیر. قرعه کشی مرحله مقدماتی جام جهانی 2022 روز چهارشنبه در مالزیا انجام شد و افغانستان در گروه پنجم با تیم‌های قطر، هندوستان، عمان و بنگلادش هم گروه شد. انوش دستگیر سرمربی تیم ملی کشور میگوید تلاش میکند تیم ملی فوتبال را برای نخستین بار به جام ملت‌های آسیا و جام جهانی بکشاند. از نگاهی که تیم‌ها فاصله‌شان از هم دیگر دور نیستن، این خودش یک برد است بر ما. در همین حال یوسف کارگر سرپرست فدراسیون فوتبال کشور میگوید آنان با دولت و سکتورهای خصوصی برای حمایت مالی تیم ملی صحبت‌های را انجام دادند. همون قسمی که یک فوتسال ما رفت در آسیا قهرمان شد، ما دولت هیره که حمایت کند، ما میتواند که تیم فوتبال ما در جام ملت‌های آسیا حضور پیدا کند و یک دستاورد خوبی داشته باشد. شماره از بازیکنان تیم ملی فوتبال کشور نیز وعده می دهند که با تمام توان تلاش خواهند کرد تا با نتیجه خوب از این رقابت ها بازگردند. گروپ بسیار قوی است. ما به گرفتن کردن 9 امتیاز با راوند 2 می خواهیم صعود کنیم انشاءالله. مقصد ما ایژا کپ است و با 9 امتیاز ما انشاءالله نزدیک می شیم. نخستین بازی تیم ملی فوتبال کشور پنجم ماه سپتامبر با قطر خواهد بود. این دیدار با میزبانی قطر برگزار خواهد شد. حسین بخش سفری جوجوستوکار نامدار کشور توانست در رقابت‌های قهرمانی آسیا مدال طلا را به نام افغانستان رقم بزند. سفری که مدال طلای رقابت‌های قهرمانی داخل سالن آسیا را نیز در کارنامه دارد، روز گذشته در چهارمین دور رقابت‌های قهرمانی آسیا در وزن 62 کیلوگرم وارد مبارزه با حریفان شد که پس از 3 پیروزی متوالی موفق به کسب مدال طلا برای کاروان افغانستان شد.
در وزن 62 کیلوگرم در سبک فول کانتاکت ما تونستم با شکست دادن 3 مقابل مقام اول کسب کنم و در سبک فایتینگ ما با شکست دادن 2 حریف خود که یکی قزاق و یکی هم چین تایپیس که من مقام 3 از آن خود کسب کردم. علاوه بر حسین بخش سفری، وحید الله نساری 2 مدال برنز، علی صابری و نصیر احمد نیز به مدال برنز دست یافتند. تیم جوجستوی کشور با 7 ورزشکار، 1 مربی و 1 هیئت در این پیکارها اشتراک کرده است. این مسابقات در شهر اولان باتور منگولیا برگزار شده است و در آن ورزشکاران 24 کشور شرکت کردند. در این دیدار نخست بازی را در بخش توپزنی کرکت بازان الف بنگلادش آغاز کردند و توانستند در 50 اور بازی با از دست دادن 8 بازیکن 201 دوش را انجام دهند که در بخش توپزنی برای ملی پوشان الف کرکت بنگلادش عفیف حسین خوب درخشید و توانست 59 دوش را به سود تیم خود انجام دهد. در مقابل در بخش توپ اندازی برای ملی پوشان الف کرکت افغانستان کریم جنت خوب درخشید و توانست در بدل از دست دادن کمترین دوش 2 بازیکن حریف را از میدان بازی بیرون نماید. در مقابل کرکت بازان تیم الف کرکت کشور بازی را در بخش توپزنی خوب آغاز کردند و توانستند در آور 44 بازی بدون از دست دادن بازیکن هدف داده شده حریف را برآورده سازد و برنده این دیدار شود که در بخش توپزنی برای ملی پوشان افغانستان رحمان الله گربز خوب درخشید و توانست 105 دوش اوت ناشده را به سود تیم خود انجام دهد. کسنگ اجتاست بهتر معلوم داد چه مونگا دی دیلو بده پارا پورا تیارای نیوله و کابل که و آلتا پنگرار که او دلتم پورا تیارای نیولیو مونگ تا لکه سنگ دو کوچ تر اپنا پلان رکرده شوی وی چی تاسو با پورا زیمواری اخلی لو با پورا سر ترسه وی تاسو با زنون ناوتا وی اگا پلان مونگا ملی کروپ اگا پلان که کامیاب راولو دی بنگلدیش دی غرطی مخلاب مونگا دیر خلوبا اکڑا اگر تاس تا سنگ بختر ملومه دا چی دوی تیم که طول نیشنل پلیاران اتا اگا پلیاران ورسرو وی چی دوی د دوی د فار اټیس میچ 1D20 هر لوبه کړی د نېشنل لوبه 13 لوبه کې د بنگلاديش 15 هغه لوبغاړي وو چې 13 ورلد کپ کې سکواډ کې شامل ول نو دغه باوجود نور هم ټول انټرنیشنل پلیران ول لکه عمران قیس انعام الحق او ریبل حسن میتون دا ټول انټرنیشنل پلیران ول دا ټول شامل ول چې موږ لوبه وکړو. در پایان این دیدار رحمان الله گربز از تیم ملی الف کرکت افغانستان با درخشش در بخش توپزنی از سوی کادر فنی برگزاری رقابت‌ها لقب بهترین بازیکن میدان را به دست آورد. این در حال است که دو تیم فردا دومین دیدار یک روزیشان را برابر هم انجام خواهد داد. دو تیم بازی را متعادل آغاز کردند، اما این الجزایر بود که روی یک غافلگیری در دقیقه 2 به گل رسید. روی پاس بن ناصر بود که بنوجاه پشت محوطه جریمه سنگال صاحب توپ شد و در حالی که بین چند مدافع حریف محاصره شده بود، ضربه او بعد از برخورد به پای بازیکن حریف از بالای سر دروازه‌بان سنگال وارد دروازه شد. بعد از این گل بازیکنان سنگال پیش کشیدند و صاحب چند ضربی آزاد اطراف محوطه جریمه الجزایر شدند، اما نتوانستند از آنها استفاده کنند و نیمه اول با برتری 1-0 الجزایر به پایان رسید. نیمه دوم را الجزایر بهتر آغاز کرد، اما بازیکنان سنگال خیلی زود ابتکار عمل را در دست گرفتند و در دقیقه 57 چیزی نمانده بود که سادیو مانه گل تساوی را به ثمر برساند، ولی حضور به موقع بن لماری دروازه الجزایر را نجات داد. هرچی به دقایق پایانی نزدیکتر می شدیم، فشار حملات سنگال بیشتر می شد و این تیم صاحب چند موقعیت خوبی دیگر هم شد، از جمله در دقیقه 83 که سارا صاحب یک موقعیت بسیار خوب شد، اما ضربه والای او راهی به چارچوب دروازه الجزایر پیدا نکرد. تلاش بازیکنان سنگال برای زدن گل تساوی در دقایق پایانی ثمر نداشت و در نهایت بازی با همان 1 گل به سود الجزایر به پایان رسید و این تیم بعد از نزدیک به 3 دهه قهرمان آفریقا شد.